سفارت افغانستان در ایتالیا 32 تن از سرنشینان قایق غرق شده افغان هستند. طالبان از باشندگان اگروسا در سمنگان خواستار 70 میل سلاح شدند. خبر عاجل از داخل ارگ که همین اکنون به دست ما رسید و انفجار بزرگ و آغاز درگیری شدید در هرات. 5 روز پس از آن که قایق عامل پناهجویان افغانستان، ایران و پاکستان در آبهای ایتالیا غرق شد، اکنون سفارت افغانستان در این کشور گفته است که 32 تن از قربانیان این رویداد افغان هستند. سفارت افغانستان در روم روز شنبه 13 اُحد در اعلامیه گفته است که شمار دیگر از شهروندان افغانستان در این رویداد زخمی شدند. در اعلامیه سفارت آمده است که احتمالاً حدود 180 تن در قایق غرق شده در ساحل ایتالیا حضور داشتند که تاکنون دست کم 67 جسد دریافت شده است. اجساد قربانیان از سوی خانواده‌هایشان شناسایی و تثبیت شده و آنان اجازه دادند تا شمار از اجساد در گورستان شهر گرون دفن شوند. در پی این رویداد 5 شهروند افغانستان در چوبخانه بستری هستند و 72 تن از پناهجویان افغان با بازماندگان قربانیان در مرکز مهاجرت کرتون جابجا شدند. خالد احمد زکریا سفیر افغانستان در ایتالیا گفته که در دیدار با مقام‌های وزارت امور خارجه ایتالیا بر تسریع تحقیقات در مورد این رویداد تاکید کرده است. طالبان از باشندگان یک روستا در سمنگان خواستار 70 میل سلاح شدند. منابع معتبر ملی در ولایت سمنگان میگویند که طالبان از باشندگان یک روستا در این ولایت 70 میل سلاح خواستند. منابع معتبر ملی در سمنگان به روزنامه 8 صبح میگویند که این گروه به باشندگان روستای کوته ولسوالی دره صوف بالا این ولایت یک هفته مهلت دادند تا 70 میل سلاح گوناگون را تهیه کنند و به این گروه تحویل دهند. یک منبع معتبر که خواست از اون آن برده نشود گفت که نیروهای طالبان حدود 3 روز پیش با همکاری نفوذی‌های محلیشان بر روستای کوته هجوم برده و به اهالی روستا از جمله نظامیان پیشین و بزرگان محلی یک هفته وقت دادند تا 70 میل سلاح به این گروه تسلیم کنند. منابع می‌افزند که طالبان به باشندگان کوته هشدار داده است که در صورت سرپیچی از این دستور زندانی خواهند شد. یک منبع دیگر نیز گفت که نیروهای طالبان تنها از یک متنفذ معلین روسا که هیچ گونه پیشینه نظامیگری و کار در حکومت را ندارد 28 میل سلاح خواستند. منابع ملی طالبان در ولایت سمنگان تا کنون در این باره چیزی نگفته است. روسای گوته در ولسوالی دره صوف بالای ولایت سمنگان موقعیت دارد و زادگاه محمد طاهر ظهیر ولی پیشین بامیان است. 2 هفته پیش نیز نیروهای استخبارات این گروه با یورش به این روسا 5 تن از اقارب آقای ظهیر را بازداشت کرده و شمار دیگر از همروستایی های او را مورد آزار و اذیت قرار دادند. رزاق مامون گزارش می‌دهد سقوط پول پاکستان فی دلار 300 گلار. عباس استانگزی و سلام حنفی ورود به ارگ ممنوع. دزدی شبانه در وزارت ها شروع شده است. کلدار واحد پول پاکستان برای نخستین بار در برابر دلار آمریکایی سقوط کرد و هر دلار در برابر 300 گلار مبادله شد. قحطی آب در مناطق مختلف کابل افزایش یافته و خطر کوچیدن‌های بزرگ و تخلیه برخی مناطق از سکته وجود دارد. منابع از وقوع انفجار و درگیری در مرکز شهر هرات خبر می‌دهند. منابع ملی در هرات از وقوع انفجار و درگیری در مرکز این شهر خبر می‌دهند. به گفته منابع صدای انفجار و درگیری در ساحه غیبتان در غرب شهر هرات شنیده شده. برخی منابع گفتند که این درگیری در ساعات غیبتان رباط کابلی و حوزه کربا صنایع نوم این شهر رخ داده است. طالبان هنوز چیزی نگفته است. تصاویر هم در فضای مجازی نشر شده است که گفته می شود مربوط به درگیری جمعه شب 12 اُحد است. بایدن و شولتز بر حمایت از اوکراین تاکید کردند. روسیه هشدار داد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در قصر سفید ملاقات کرد و با وجود هشدار روسیه هر دو رهبر بر ادامه حمایت از اوکراین حمایت کردند. آقای بایدن در اظهارات کوتاهی به خبرنگاران گفت زمانی که بار اخیر با شولتز ملاقات میکرد روسیه در حال استقرار نیروهایش در سرحد بود و افزود که غرب متحد شده بود که پاسخ دهد و با هم به این قول عمل کردیم. آقای شولتز نیز گفت که مهم است تا به اوکراین پیام بفرستیم که ما تا زمانی که جنگ طول بکشد و تا زمانی که لازم باشد به حمایت خود ادامه خواهیم داد. ساعات پیش از این نشست روسیه و کشورهای غربی به ویژه به آلمان نسبت به فراهم آوری تسلیحات بیشتر به اوکراین هشدار داد.
دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت بدی است که این فراهم آوری تسلیحات درگیری را طولانی‌تر می‌کند و عواقب غم‌انگیز برای مردم اوکراین خواهد داشت. اما با وجود آن هم ایالات متحده روز جمعه 3 مارچ بسته کمک نظامی 400 میلیون دلاری را برای اوکراین که شامل انواع مختلف مهمات برای نیروهای کیف می باشد اعلام کرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفت این بسته کمک های نظامی شامل مهمات بیشتر برای میزایل های امارس و هویتز های فراهم شده توسط ایالات متحده است که اوکراین به طور موثر از آن برای دفاع از خود استفاده می کند. این بسته همچنان شامل مهمات برای وسایل زیری برادلی، پل‌های سیار برای عبور از دریاها، مهمات و تجهیزات برای تخریب و آموزش نیروهای اوکراینی می باشد. با احتساب این بسته، ایالات متحده تاکنون بیش از 32 میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین ارائه کرده است. سرباز آمریکایی به طرح حمله جهادی بر هم قطارانش به 45 سال زندان محکوم شد. محکمه در ایالات متحده آمریکا یک سرباز پیشین اردوی این کشور را به اتهام توطئه حمله بر قطعه که در آن توظیف بود حمایت مادی از تروریست‌ها و ارسال معلومات حساس نظامی به یک گروه متعصب نجات پرست به 45 سال زندان محکوم کرد. بر اساس اسناد محکمه، ایتان فلن ملزر 24 سال قبل از اعزام به ترکیه توطئه حمله بر قطعه خود را برنامه‌ریزی کرده و جزئیات اساس در مورد قطعه‌اش چون موقعیت، تحرکات و وضعیت امنیتی را به اعضای گروه معصوم به فرمان نفرشته که یک گروه برتری طلب سفیدپوست، نیونازی و طرفدار جهاد از فرستاده است. ملزر در سال 2018 به اردوی آمریکا پیوست و در سال 2019 به ایتالیا اعزام شد و در اپریل 2020 زمان خبر شد که قطعه وی به ترکیه اعزام می شود. تمام اطلاعات دستداشته‌اش را به این گروه متعصب نجات پرست فرستاد. اداره تحقیقات فدرال و اردوی ایالات متحده آمریکا در ماه می 2020 توطئه ملزر را خونسا کردند. سپس مظنون در 10 جون همان سال در نیویورک بازداشت شد. ملزر به تاریخ 24 جون 2022 در برابر قاضی محکمه به تلاش برای قتل همقطارانش حمایت مادی از تروریست‌ها و ارسال غیرقانونی اطلاعات دفاع ملی اعتراف کرد. ماتیو جی اولسن دستیار لوی سارنوال در بخش امنیت ملی وزارت عدلیه گفت حکم امروز آقای ملزر را به دلیل خیانت فاحش و شرم‌آور علیه واحد نظامی خود و کشورش مسئول می‌داند. وزارت عدلیه از همه منابع موجود برای مختل کردن تلاش‌ها و محاکمه کسان استفاده خواهد کرد که به سازمان‌های گروه‌های خارجی کمک می‌کند و از خشونت برای آسیب رساندن به مردان و زنان ما در یونیفرم یا هر آمریکایی در هر جای استفاده می‌کند. دامیان ویلمز سارنوال نایب جنوبی نیویورک گفت ایتان ملزر برای خدمت به گروه نیونازی برتری طلب سفیدپوست و جهادی در اردوی ایالات متحده نفوذ کرد. او از عضویت خود در اردو برای تعقیب یک هدف وحشتناک استفاده کرد، قتل وحشیانه همکاران آمریکایی خود در یک کمین که با دقت درایی شده بود.